درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. حکم اعدام بابک زنجانی با موافقت علی خامنه ای نقض و به 20 سال حبس تبدیل شد. بی بی سی به سند محرمانه ای دست یافته که حکایت از آن دارد نیکا شاکرمی بعد از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت و کشته شد. اسرائیل میگوید تا پاسخ نهایی حماس به پیشنهاد آتش بس ارائه نشود مذاکره نمی کنیم. ارتش آمریکا از سرنگونی یک پهپاد حوثی ها در دریای سرخ خبر داد. یک کارمند سابق امنیت ملی آمریکا به دلیل جاسوسی برای روسیه به 22 سال حبس محکوم شد و تخریب تخت جمشید و بیستون بر اثر فعالیت پتروشیمی ها شتاب گرفت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 30 اپریل 2024 میلادی برابر است با 11 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی متهم فساد اقتصادی نقض و با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران به 20 سال حبس تبدیل شده است. بابک زنجانی دی ماه سال 1392 با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به افساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم و حکم اعدام او در سال 1395 در دیوان عالی کشور تایید شد. سخنگوی جدید قوه قضاییه امروز شنبه 11 اردیبهشت ماه در یک نشست خبری گفت با توجه به همکاری این متهم اموال او در خارج از کشور شناسایی و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال تایید شده است. به گفته جهانگیر بعد از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌الصلاح در مورد استرداد اموال درخواست عفو بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد که بعد از تایید غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد. در همین حال رسول کوپایه وکیل مدافع زنجانی گفته است که چون بیش از 10 سال است که موکلش در زندان است، مطابق قوانین و مقررات امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارد و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است. بابک زنجانی متهم شده بود که 1 میلیون بشکه نفت را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. بی بی سی میگوید به یک سند خیلی محرمانه حکومت ایران دست یافته که حکایت از آن دارد نیکا شاکرمی بعد از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت و کشته شد. بی بی سی روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه نوشت که این سند خلاصه ای از صورت جلسه و گزارش پرونده نیکا شاکرمی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شامل اسامی قاتلان نیکا شاکرمی و فرماندهان ارشد حدیث که سعی کردند حقیقت را پنهان کنند. سند مذکور شامل نحوه بازداشت و انتقال نیکا شاکرمی به درون یک خودروی ون یخچالدار است و به رغم آنکه به او دستبند زده شده بود، یکی از ماموران مرد او را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. نسرین شاکرمی مادر نیکا در یک پیام ویدیویی گفته بود که بر اساس گواهی پزشکی قانونی علت مرگ دخترش اصابت ضربات متعدد جسم سخت به سرش بوده است. طبق این گزارش 3 تن از اعضای تیم ماموران امنیتی به نامهای آرش کلهور، صادق منجزی و بهروز صادقی که همراه با نیکا شاکرمی در عقب ون حضور داشتند او را مورد تعرض قرار داده و سپس با ضربات باتوم مصلوب کرده و کشتند. بی بی سی میگوید به دستور مقامات بالای امنیتی به این ماموران دستور داده می شود تا پیکر نیکا شاکرمی را در خیابان خلوت در کنار بزرگراه یادگار امام تهران رها کنند.
دستگاه‌های خبری جمهوری اسلامی در زمان اعتراضات زن زندگی آزادی روزها با پخش ویدیوهایی تلاش کردند تا بگویند نیکا شاکرمی، نوجوان معترض، از بالای ساختمان نیمه کاره‌ای در نزدیکی خانه آتش شاکرمی خاله‌اش که با او زندگی می‌کرد به پایین پریده و خودکشی کرده است. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات برای اولین بار بعد از 10 سال تشکیل جلسه می‌دهد. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که کمیسیون مشترک اقتصادی امارات متحده و ایران از 3 شنبه تا 4 شنبه 11 و 12 اردیبهشت ماه در ابوظبی تشکیل جلسه خواهد داد. این نشست به ریاست مهرداد بزم‌پاش، وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر اقتصاد امارات به عنوان رؤسای ایرانی و اماراتی این کمیسیون برگزار می شود. این نشست در حالی برگزار می شود که تهران در بحبوحه فشار فزاینده آمریکا به دنبال تقویت روابط اقتصادی با کشورهای خلیج فارس است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه می 12 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر خواستار آزادی تمام کارگران و فعالان کارگری زندانی از جمله کیوان مهتدی عضو کانون نویسندگان ایران شد. این کانون به بیش از 1600 اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی ثبت شده در سال گذشته اشاره کرد که بسیاری از آنها همراه با یورش مأموران و ضرب و جرح و بازداشت اعتصاب کنندگان و معترضان بوده است. کانون نویسندگان ایران میگوید در ایران هر روز روز کارگر است. آنها هر روز برای بدیهی ترین حقوق خود دست به اعتراض دادند. هر روز سرکوب شدند و هر روز شکست ها و پیروزی های خود را شمردند. در آستانه روز جهانی کارگر در سال گذشته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شمار زیادی از فعالان کارگری، صنفی و مدنی ایران را بازداشت کردند. نویسندگان بیانیه این حجم از تجمع و فریاد را نشانگر وسعت بیدادی می دانند که بر کارگران و اقشار ضعیف جامعه تحمیل می شود. پایگاه خبری تایمز اسرائیل امروز شنبه 11 اردیبهشت ماه به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد مادامی که حماس پاسخ خود را درباره آخرین پیشنهاد آتش‌بس اعلام نکند، اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات هیئتی به قاهره پایتخت مصر اعزام نخواهد کرد. این مقام گفت اسرائیل تا شب چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه در انتظار پاسخ حماس میماند و سپس تصمیم گیری خواهد کرد. حماس روز 9 اردیبهشت ماه اعلام کرد در حال بررسی آخرین پیشنهاد اسرائیل درباره آزادی گروگان‌های در بند حماس و برقراری آتش بس در نوار غزه است. به گزارش تایمز اسرائیل این کشور پذیرفته در ازای آزادی گروهی از گروگان‌های اسیر در غزه هزاران زندانی فلسطینی را آزاد کند و درگیری ها در منطقه به مدت 40 روز متوقف شود. این پایگاه خبری افزود اسرائیل امتیازات چشمگیری به حماس داده و پذیرفته در مرحله اول توافق آتش بس تنها تعدادی از گروگان های دربند این گروه و نه همه آنها آزاد شوند. از سوی دیگر در حالی که قاهره منتظر پاسخ حماس به پیشنهاد خود برای وقفه در نوار غزه و توافق تبادل اسرا با اسرائیل است، منابع آگاه اعلام کردند که بازه آتش بس موقت پیشنهادی به 6 هفته میرسد. این منبع آگاه سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه با بیان این موضوع افزود که این بازه زمانی در صورت عدم آزادسازی 20 گروگان اسرائیلی از سوی حماس ممکن است کاهش یابد. به گزارش العالم عربی این منبع آگاه در این حال فاش کرد که حماس و اسرائیل با پیشنهاد مصر موافقند، اما موضوع مشکل ساز شمار گروگان ها از گروه های سنی و کارکرد معین مربوط به این موضوع است. منبع مسبور افزود که حماس از خواسته خود مبنی بر اعلام پایان جنگ دست بر نداشته، اما آماده است تا در بازه آتش بس موقت این موضوع را بررسی و بخش اول مبادله اسرا را اجرا کند. در ادامه همین خبر، 3 مقام اسرائیلی سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که تیم مذاکره کننده اسرائیلی تعداد اسیران خود را که قرار است در مرحله اول توافق با حماس برای آتش بس در غزه آزاد شوند از 40 اسیر به 33 تن کاهش داده.
این روزنامه به نقل از سه مقام اسرائیلی نوشت با توجه به پیشنهاد اخیر مصر که دو طرف در حال بررسی آن هستند، یک هیئت اسرائیلی امروز شنبه به قاهره سفر می کند تا در صورت موافقت حماس مذاکرات آتش‌بس را از سر بگیرند و دست کم 20 تا 40 اسرائیلی آزاد شوند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز شنبه از عربستان سعودی به اردن رفت تا درباره راه‌های افزایش کمک رسانی به غزه مذاکره بر رایزنی کند. گفته می شود که یکی از دلایل دیگر سفر بلینکن به اردن قدردانی از پادشاهی اردن بابت کمک‌هایش در جریان درگیری‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلینکن قرار است با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و وزیر خارجه آن کشور دیدار کند. گفتگو با هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای غزه هم بخش دیگری از برنامه سفر این دیپلمات آمریکایی در اردن است. بلینکن بعد از اردن عازم اسرائیل می‌شود تا در آنجا درباره آخرین مذاکرات آتش‌بس موقت و آزادی گروگان‌ها گفتگو کند. برند برنشمن در لحظه توجه شما را به پایم های بازرگانی جلب میکنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. وبسایت اکسیوس گزارش داده که اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه درباره هر گونه بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل هشدار دادند. آنها تهدید کردند در صورت صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل، اعضای این دیوان با مقابله به مثل آمریکا روبرو خواهند شد و پیشاپیش هم چنین اقدامی علیه سران دیوان در کنگره آمریکا به
جریان افتاده است. رسانه‌های اسرائیل در روزهای اخیر در خصوص احتمال صدور حکم جلب از سوی این دیوان علیه نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل گزارش‌های زیادی منتشر کرده و نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل هم اظهاراتی که حاکی از نگرانی آنها از چنین وضعیتی است بیان کردند. دیوانه کیفری بین‌المللی در حال تحقیق درباره سه موضوع است: اتهامات جنگی علیه ارتش اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در ارتباط با جنگ جاری، عملیات نظامی سال 2014 ارتش اسرائیل علیه حماس در غزه و ساخت شهرک‌های اسرائیلی نشین در اراضی فلسطینی کرانه باختری. اکسیوس دوشنبه 11 اردیبهشت ماه نوشت بنیامین نتانیاهو از جو بایدن خواسته که در این امر مداخله کند. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید جنبش‌های فلسطینی فتح و حماس اراده سیاسی خود را برای آشتی ابراز کردند. لین جیان روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه در یک نشست خبری گفت نمایندگان فتح و گروه حماس به دعوت دولت چین از چند روز پیش برای انجام مذاکرات عمیق و صریح در پکن به سر می‌برند. چین برخلاف آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها حماس را گروه تروریستی نمی‌داند. پکن روابط کاملی سیاسی هم با اسرائیل دارد. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه چین، پیشرفت‌های مثبتی در مذاکرات بر سر بسیاری از موضوع‌های خاص به دست آمده و دو طرف در مورد ادامه گفتگوها و تلاش برای تحقق زودهنگام وحدت و اتحاد فلسطین توافق کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عربی روز دوشنبه در پایتخت عربستان دیدار کردند تا درباره چگونگی تلاش برای پیشبرد راه حل دو دولتی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین گفتگو کنند. وزیر امور خارجه نروژ، یکی از برگزار کنندگان این نشست، به خبرنگاران گفت اگر ما بخواهیم راه حل دو دولتی را به جلو ببریم، از توی طرفین درگیر این اتفاق نمی‌افتد. گمان نمی‌کنم که اسرائیل در این مرحله آماده مذاکره باشد و فکر نمی‌کنم که ایالات متحده آماده باشد تا رهبری لازم برای این کار را بر عهده بگیرد. بنابراین من فکر می‌کنم که رهبری عربی اروپایی بهترین چیزی است که می‌توانیم به آن امیدوار باشیم. این نشست در حاشیه نشست دو روزه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض برگزار شد که موضوع آن عمدتاً به جنگ در نوار غزه اختصاص داشت. اوایل روز دوشنبه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، به خبرنگاران گفت که او رهبران عرب را تشویق می‌کند تا پیشنهاد خود را برای راه حل دو دولتی ارائه کرده و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که رهبران عرب را برای ارائه آن به بروکسل دعوت کنند. به همچنین گفت که انتظار دارد چندین کشور اروپایی ظرف یک ماه آینده کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارشی به یک کمیته شورای امنیت اعلام کردند که بقایای موشکی که در روز دوم ژانویه به شهر خارکیف اوکراین اصابت کرد نشان می‌دهد که نوعی از موشک بالستیک ساخت کره شمالی بوده است. خبرگزاری رویترز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه نوشت ناظران تحریم‌های سازمان ملل در این گزارش 32 صفحه‌ای به این نتیجه رسیدند که در حمله موشکی در دوم ژانویه 2024 به خارکیف اوکراین از نوعی موشک سری هوانسون 11 ساخت کره شمالی استفاده شده و این نقض تحریم‌های تسلیحاتی کره شمالی است. کره شمالی از سال 2006 به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک و برنامه‌های هسته‌ای خود تحت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل بوده و این تحریم‌ها از آن زمان تا کنون تشدید شده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهایش یک پهپاد حوثی را که روز گذشته به سمت ناوشکن‌های فیلیپینسی و لبون در دریای سرخ پرتاب شده بودند سرنگون کردند. حوثی‌ها روز گذشته اعلام کردند که دو ناوشکن آمریکایی و دو کشتی در دریای سرخ و اقیانوس هند را با تعدادی پهپاد هدف قرار دادند. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که یکی از کارمندان سابق سازمان امنیت ملی ایالات متحده
روز دوشنبه به دلیل تلاش برای انتقال اطلاعات طبقه بندی شده به روسیه به حدود 22 سال زندان محکوم شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این فرد این اطلاعات مخفی را به شخصی که گمان میکرد مأمور روسیه است تحویل داد، اما بعد معلوم شد که شخص دریافت کننده اطلاعات از مأموران مخفی FBI بوده است. جاره سباستیان دال که 32 ساله اهل کلرادو سپرینگز ایالت کلرادو در ماه اکتبر به 6 فقره تلاش برای انتقال اطلاعات طبقه بندی شده دفاع ملی اعتراف کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که جاره سباستیان دال که بین آگوست تا سپتامبر 2022 از یک حساب ایمیل رمزگذاری شده برای ارسال بخش هایی از 3 سند طبقه بندی شده به فردی که گمان میکرد مأمور روسیه است استفاده کرده است. این وزارتخانه گفت دال که در سازمان امنیت ملی آمریکا به عنوان طراح امنیت سیستم های اطلاعاتی کار میکرد، در ازای تمام اطلاعاتی که در اختیار داشت مبلغ 85 هزار دلار درخواست کرده بود. به روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه به 21 سال و 10 ماه زندان محکوم شد. گزارش های تازه حاکی از آن است که 2 محوطه مهم تاریخی ایران باستان، یعنی تخت جمشید و بیستون، هر دو بر اثر ادامه فعالیت شرکت های پتروشیمی در نزدیکی آنها با تخریب روزافزون روبرو شدند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از متخصصان گلسنگ نوشته در حال حاضر تأثیر مخرب گلسنگ‌های رشد کننده روی سطوح تاریخی در بیستون بسیار چشمگیرتر از سایر بناهای تاریخی دیگر حتی تخت جمشید است. محمد سهرابی، متخصص گلسنگ شناس، گفته است که موقعیت جغرافیایی پتروشیمی بیستون و تصاعد گازهای نیتروژندار ناشی از فعالیت آن مرکز صنعتی توأم با وجود سایر عوامل زنده و غیر زنده مؤثر بر رشد گلسنگ ها سبب شده که گلسنگ های بیستون غالبا تبدیل به گلسنگ های نیتروژن دوز شوند و فعالیت آنها بسیار سریعتر و مخربتر از روند معمول پیش برود. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com.
خبرها رو دنبال میکنیم. مدیر عامل صندوق ملی مسکن از وجود چاله های بزرگ در برخی پروژه های مسکن مهر خبر داده و گفته است که 120 هزار واحد مسکن مهر ناتمام وجود دارد و از محل منابع صندوق ملی مسکن تا کنون 9700 میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. محمد رضا مهدیار اسماعیلی به خبرگزاری تسنیم گفته است که بزرگترین مشکل مسکن مهر عدم توجه به سرانه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و غیر است. اسماعیلی تاکید کرده که حتی برای موارد ضروری مانند نانبایی و خاربار فروشی ضرورت ها و الزامات در پروژه های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده که در مسکن مهر وجود نداشت. این مقام مسئول کیفیت پروژه های مسکن مهر را در پایین ترین سطح دانسته و گفته که در 3700 پروژه مسکن مهر معادل 60 هزار واحد مسکونی مشکل اختلال آسانسور وجود دارد. به گفته اسماعیلی 127 هزار واحد مسکن هنوز نیمه تمام هستند و پیشرفت 50 تا 70 درصدی دارند که تکمیل کردن پروژه های نیمه تمام به معنای افتادن در چاله های بزرگ مالی است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.